سلام به همه دوستان، من امین هستم و به کانال فوتی اسپیس یعنی فضای فوتبالی خوش اومدید. ویدیو امروز خلاصه بازی بارسلونا و تاتنهام. بارسا بازی رو طوفانی شروع کرد و در همون دقایق ابتدایی بازی، یعنی در دقیقه 3، توسط لواندوفسکی دروازه تاتنهام باز کرد. تاتنهام بعد از دریافت گل نبض بازی رو در دست گرفت تا در نهایت در دقیقه 24 اسکیپ هافبک تاتنهام دروازه بارسلونا رو بعد از ضربه رگیلون و اصابت به تیر دروازه باز کرد و در دقیقه 26 آراخور روی تکل سانچز مصدوم شد و زمین بازی رو ترک کرد. هر دو تیم تا دقیقه 35 به صورت مساوی حمله میکردن تا در دقیقه 36 باز هم اسکیپ هافبک تاتنهام روی ساندر پریشیچ برای بار دوم دروازه بارسا رو باز کرد و تاتنهام در نیمه اول کامبک زد و بارسا تا نیمه اول بر روی دروازه تاتنهام فشار آورد، اما دروازه تاتنهام نتونست باز کنه. بارسا نیمه دوم رو مثل نیمه اول خوب شروع کرد و سوار بر بازی بود و در دقیقه 64 فران توریس یه موقعیت خوب رو خراب کرد و دروازه تاتنهام نتونست باز کنه و بارسلونا در دقیقه آخر بازی به خودش اومد تا در نهایت در دقیقه 81 فران توریس روی پاس گل یامال، پدیده جدید باشگاه بارسلونا، دروازه رو باز کرد و نتیجه بازی به تساوی کشیده شد و تاتنهام بازی رو دیگه جدی نگرفت و یه جورای بازی رو باخته میدونست تا در دقیقه 90 توسط آنسو فاتی گل سوم بارسلونا به ثمر رسید و بارسا در این بازی کامبک زد تا در بازی شاهد دو کامبک باشیم و 3 دقیقه بعد از گل بارسلونا باز هم بارسا روی پاس گل لوپز به زرزولی به گل رسید و در نهایت با نتیجه 4-2 به سود بارسلونا بازی به پایان رسید و بارسا قهرمان جام خوان گامپر شد.